بروف حرمت احترام خدمت شما مخاطبین هزارآباد. امیدوارم هر جایی که هستین خوب و صحتمند باشین. یک بار دیگه در خدمت شما هستیم و مهمان ویژه امروز ما هم دکتر صاحب عبدالله رحیمی هستن، نماینده جنبش ملی افغانستان. دکتر صاحب در برنامه ما بسیار خوش آمدین، صفا آوردین. یک سلام علیکم دوستان داشته باشین تا بودین سلام بعد. تشکر، سلام به شما بانو نوری و به همکاران تخنیکی و بینندگان محترم هزار آورد. سلامت باشین دکتر صاحب. اولین سوالی که ما از شما دارم و از مخاطبین برای ما رسیده، شما یک از کسانی بودین که در اجلاس ویانا شرکت داشتین. خواستم پرسان بکنیم که این طیف وسیع از کدام احزاب و کدام نشست ها و از کدام آدرس ها آمده بود و از طرف جنبش اسلامی غیر از شما یا کس دیگه هم حضور داشت یا خیر؟ البته این چهارمین کنفرانس اینستیتوت پژوهشی و تحقیقاتی پالیسی بین المللی ویانا بود که ما در کنفرانس سوم هم البته اشتراک کرده بودم و کنفرانس چهارم هم اشتراک کردم. البته هدف و هدف اصلی این کنفرانس ایجاد یک چتر وسیع از نهادها و شخصیت هایی که علیه رادیکالیزم، افراطیگری و نظام دیکتاتوری طالبان اصلا در جمع شده بودن و که نماینده های سیاسی تقریبا همه احزاب سیاسی، جامعه مدنی و نهادهای دیگر در اینجا حضور داشتند. تقریبا از 40 نهاد البته نماینده ها حضور داشته در این محفل. از جنبش فقط خود شما بودین یا نه کسی دیگه ای بود؟ از جنبش ملی اسلامی افغانستان البته ما خودم شخصا خودم بودم، یک تعدادی که البته دعوت شده بودن نظر به مشکلات تکنیکی البته ویزایشان اجرا نشده بود نتونستن اشتراک بکنن. بله، ما خودم تنها بودم. صحبتی که در مورد ویانا شد، اکثرا صحبت هایی که دوستان داشتن، مصاحبه هایی که داشتن، ما دو طیف را داشتیم. یک تعداد از دوستان روی راه حل های سیاسی و دیپلماتیک و مذاکرات صلح پافشاری داشتند و یک تعداد دیگر راه حل نظامی را به اصطلاح یک راه حل کلیدی می دانستن. این تناقض افکار آیا در مجموع به یک نتیجه واحد رسید در ویانا یا خیر؟ در اصل ماهیت کنفرانس ویانا رهیابی و یک راه حل دیپلماسی و سیاسی بود. کاملا اکثریت شخصیت هایی که در اینجا حضور داشتند و حتی میزبان کنفرانس روی راه حل سیاسی البته تلاش می کردند و در اینجا اکثریت معتقد بودند که میتونند با ایجاد یک چتر وسیع از قشر سیاسی و شخصیت ها و نهادها بتونند فشار زیادتر سیاسی را بالای گروه طالبان وارد کنند و آنها را وادار بسازند که تا یک تعداد خواسته های مردم به یک تعداد خواسته های مردم افغانستان تمکین نمایند. البته در اینجا در این کنفرانس با اشتراک یک تعداد شخصیت ها ماهیت کنفرانس کاملا تغییر خورده بود و در ماهیت کنفرانس یک تعداد تغییرات مشاهده می گردید، ولیکن با آن هم الترناتیف کنونی را می توانستند فشارهای سیاسی و اگر طالبان به هیچ نوع مسائل دیپلماسی و مذاکرات سیاسی تن ندهند به پلان بی هم تاکید میکردند. و این صحبت هایی که شما کردین، پلان بی احتمالاً یا یک گزینه نظامی بوده یا فشارهای دیگه ای بوده، از راه های دیپلماسی دیگه ای صادر میشد. در نهایت قطعنامه ای که آیا برای ویانا صادر شد، شما فکر میکنین تمام این جنبه ها رو پوشش داد یا خیر؟ البته ما یک مثلا یک تعداد احزاب و یا یک تعداد نهادهایی که در اینجا حضور داشتن کاملا آنها با یک روحیه نظامی البته در اینجا حضور داشتن، به طور مثال نماینده از جبهه مقاومت
افغانستان بود و جبهه آزادی نماینده هایشان بود که اینها فعلا در افغانستان در حال حاضر در صحنه نبرد هستند با گروه طالبان، البته درگیر هستند. اینها زیادتر به خاطر تقویت و مورال افراد خود در اوجه هم البته موضوعگیری کرده بودن، سخنان شما هم البته در اوجه بود، ولیکن در امرو این دفعه این بار ما در کنفرانس ویانا قطعنامه عمومی نداشتیم، فقط به قطعنامه ها و اعلامیه های مرحله اول دوم سوم البته بسنده کردیم. این بار یک قطعنامه یا اعلامیه مطبوعاتی داشتیم که به حضور میدیا و مطبوعات گذاشته شد و در اوج باز روی از این بحث کردید و البته خود شما از طریق مطبوعات را مشاهده کردید. این بار اعلامیه عمومی موجود داشت. تفاوتش پس با بقیه ای بوده که یک اعلامیه عمومی بوده نه قطعنامه. یکی از اهدافی که در نشست ویانا مطرح شده بود ترسیم یک نقشه راه بود که همه بتانن بر حول محور از او برای آینده قدم بردارن و بتانن به یک قطعیت اصلی برسن، و من فکر میکنم یک سری جزئیاتی را هم در فضای عمومی نشر شد که 4 کمیته یا 4 گروه تشکیل شد و تیپ های مختلف در کمیته های مختلف شروع کردن و صحبت کردن. آیا این نقشه راه تکمیل شد یا نه هنوز نواقصی داره و هنوز در حال کار هسته و چشم داشت یا امو انتظاراتی که شما و جنبش حزب جنبش داشتن از ای آیا برآورده خواهد شد در این نقشه راه یا نه؟ آیا همه اقوام میتونن خود رو در این نقشه راه ببینن؟ بله، البته ویژگی که این کنفرانس این دور چهارم روند ویانا داشت ایجاد 4 کمیته کاری بود: کمیته سیاسی، کمیته اقتصادی، کمیته حقوق بشر و کمیته بین الملل. در این کمیته اعضایی که در اوج البته دعوت شده بودند تقسیم گردیدن و روز دوم فقط روی مسائل نقشه راهی که البته در دور سوم طرح شده بود، یک تعداد روی از این مسائل با اندکی تغییرات البته روی از این مسائل تاکید کردند و این کمیته ها البته در عین حال به وظایف خود دوام دادن و روز دوم 4 کمیته در عین ساعت آغاز به کار کردن و در عین ساعت البته وظیفه خود ختم دادن. و از لابلای این تصمیم کمیته ها البته هم در نقشه راه تا اندازه گنجانیده شد و نقشه را و این کمیته ها وظیفه گرفتند که تا تدویر کنگره، تا تدویر کنفرانس پنجم ویانا که قرار است آخرای سال جاری البته صورت بگیره، این کمیته ها از طریق آنلاین البته به کار خود ادامه میتن و اعضای کمیته ها با هم در تماس هستند و به کارهای خود ادامه میتن. از این خاطر یگانه تفاوتی که از کنفرانس های دیگه داشت ایجاد این کمیته ها بود که به صورت فعال البته در اوج کار کردن و روی تکمیل نقشه راه البته کار میکنن که هنوز نقشه راه البته تکمیل نشده. پس عملیات شروع شده و هنوز کمیته ها در ارتباط هست. خب امیدواریم بله که حاصل خوبی داشته باشن. چند روز بعد از نشست ویانا نشست دوحه را شما دیدیم که در اون سازمان ملل متحد از طالبان خواسته بودند بیاین و در او خیلی از نمایندگی اقشار مختلف جامعه مدنی و زنان هست و غایب بودند، هرچند یک جلسه جانبی هم بعد از او گرفته شد. نظر شما در مورد اجلاس دوحه چی هست؟ چرا سازمان ملل چنین روی کرده را پیش گرفته و آیا چنین روی کرده اصلا به نفع مردم افغانستان و جهان هست یا خیر؟ میشنویم نظر شما. در مورد تدویر کنفرانس سوم دوحه، در کنفرانس ویانا هم کسانی که در اونجا حضور داشتند یک نامی سرگشاده به آدرس سرمنشی ملل متحد البته در اوج ترتیب شد، روی از او بحث کردید و
و کنش ها و واکنش های خود ما البته در ویژه به صورت جمعی به سازمان ملل متحد فرستادیم. دوهای سوم با راپور فریدون سنلوغل، با راپور 27-21 سنلوغل، البته این دوها میخواست البته برگزار شود که در او تاکید میشد که باید یک نماینده ویژه به خاطر افغانستان در اوجه تعیین شود و همچنان اشتراک جامعه مدنی و اشتراک زنان را در اوجه باید برازنده بسازند و مسئله حکومت مشارکتی مطرح بود. متاسفانه با فشار و با سرکشی گروه طالبان آجندای کنفرانس دوحه کاملا تغییر خورد، البته به نفع طالبان تغییر خورد و خود ملل متحد امو تعهد و کنوانسیونی که البته خودشان تصویب کرده بودند و آن را نقض کردند و به خواست طالبان البته تمکین نبودند، که ما در نامه خودم روی از این مسئله تاکید کردیم که البته طالبان در اینجا میخواست که اگر غیر مستقیما باشه بر خود امتیاز قائل شوند و البته امتیاز به دست آوردن که حضور اینها در دوحه خود ازی البته یک بازتاب بین المللی در جهان یافت و همچنان اینها در اینجا تاکید میکردند که باید سکتور خصوصی حمایت شود از طرف جامعه بین الملل و همچنان پولها یا سرمایه ملی که در نزد بانک ملی البته بانک ملی جهان بلاک است باید ای آزاد شود و همچنان روی مواد مخدر که البته خود طالبان ادعا میکردند که ما توانستیم مواد مخدر به 27 به 5% البته تنزیل بتیم که در اوج کشت کاملا مسخره بود. فقط کسانی که مواد مخدر استفاده می کردن با قهر و با شلاق البته تعداد از یار کم ساختن، ولیکن صدور و یا کشت و تجارت مواد مخدر هنوز اضافه تر از دور سابق در انحصار چند طالب قدرتمند البته جریان داره. فلهذا این کنفرانس همان شکلی که در میدیا و مطبوعات حتی خودتان مشاهده کردین، انتونیو گوتریش سرمنشی ملل متحد خود بعد از این کنفرانس تاکید کرد که باید یک حکومت مشارکتی در افغانستان ایجاد شود، با نهادها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی باید ملاقات شود. به نظر من این کاملا بی نتیجه بود، اگرچه یک تعداد رضایت خود نشان میدن که این مسئله طبیعی است. یگانه ناکامی پروسه سوم دوحه عدم موجودیت نهادهای سیاسی، نهادهای مدنی، مخصوصا قشر زن بود. تشکر از توضیحات مفصل شما. برمیگردیم به نشست ویانا. خب نشست ویانا اگر به همین صورت شما مثبت ایر ارزیابی کردین و این روند نشست چهارم را متفاوت تر از بقیه روندها دیدین، چون تیم های کمیته کاری به وجود آمده و قدم های برای عملیاتی شدن داره برداشته میشه، به نظر شما در آینده نشست های ویانا اگر سلسله وار ادامه پیدا بکنه یا نشست های مشابه به اون، چقدر میتونه روی نشست هایی که سازمان ملل با طالبان در دوحه یا جاهای دیگه میگیره تاثیر مثبت یا منفی داشته باشه؟ نشست ها امروز صرف در ویانا نبود، کنفرانس ویانا نبود، بلکه در یک حرکتی در مسکو و در تهران و همچنان در انقره راه لاجورد یا لاجورد یول اولین کنفرانس خود با حضور داشته 50 شخصیت سیاسی و مدنی و اجتماعی البته براه انداختن که واقعا اینها هم امیدواری ها را به خاطر حل معضل افغانستان به میان میاره. روند یا کنفرانس ویانا هم با حمایت یک تعداد کشورهای مقتدر جهان البته صورت گرفته، به طور مثال خود دولت اتریش
و یا شخصیت هایی که از این روند حمایت می کردن معتقد بودند که اگر شما یک آدرس واقعی اپوزیسیون ایجاد بکنیم، ما میتونیم همراه شما کمک بکنیم، از شما حمایت بکنیم و شما میتونید یک حکومت، یک اپوزیسیون که واقعی که از تمام نمایندگی، از تمام قشر، از تمام عقاید، از تمام جریان های سیاسی بکنه، ما میتونیم که در اینجا شما را به رسمیت بشناسیم. البته گپ سر از این مسئله بود که بسیار مهم بود که یک گام به مو چیز گذاشته روند ویانا، این بار از تمام اقشار افغانستان نماینده ها موجود بود، از تمام عقاید، مذاهب و ایدئولوژی ها در اوجه. شما میتونستین شخصیت ها را البته مشاهده بکنید که بسیار متفاوت از روند دوحه بود. فقط همین مسئله را ما با قاطعیت گفته میتونم که این بار تشکیل روند چهارم ویانا توانسته است که پروسه دوحه را تحت تاثیر قرار بده و در آینده ممکن با یک شکل نیرومندتر و وسیعتر البته به فعالیت های خود ادامه بده. تضمینی به نظر شما وجود داره که توافقات حاصله از این نشست های مخالفین طالبان وقتی پشت این نشست ها به وجود میه و به درستی اجرا میشه، اما تأثیرات مثبت خود داشته باشه هم روی ملت افغانستان و هم سیاست های اتخاذ شده توسط سازمان ملل و عقب نشینی طالبان؟ به نظر من همچین نشست ها اگر آنقدر هم استراتژیک نباشه تاثیرات خود داره، در حالی که در کنفرانس ویانا افرادی که واقعا در این نشست اشتراک کرده بودند اینها ضد انگیزه های طالبانی و ضد افراطیت و رادیکالیزم بودند و این مسئله خود میتونه که این روند به یک نتیجه مطلوب برسانه و هماهنگی. طبعا شما جامعه افغانستان، ما شما میدانیم که هیچگاهی با یک فکر و با یک اندیشه و با یک تعهد حرکت نکردیم، ولیکن وقتی که امروز میبینیم که افغانستان و مردم افغانستان همه چیز خود از دست داده، زیربنا و روبنای افغانستان تقریبا از میان رفته و تمام ارزش ها زیر پا شده، در اوجه نه انسانیت مانده نه اسلامیت مانده، اصلا امنیت و چیزا، شما باور بکنین که من با بسیار متاثر هستم که روزانه شاهد اختطاف و شاهد قتل و شاهد شهادت که ما خودم درست پیش یکی از اعضای خانواده خود که یک تاجر ملی بود با کسی چیز نداشت، کاری نداشت که از خانیش میبرن و دو روز بعد مردیش ما پیدا میکنیم که دیروز دفن کردیم. واقعا ای تو یک حالتی در افغانستان هست که اصلا شما در اوجه هیچی نو میار مشاهده نمیکنین. پس دوباره البته امیدوار هستم که شخصیت هایی که واقعا میخواهند کشور و مردم خود از اسارت بربریت، از اسارت دهشت افکنی، از اسارت تروریسم نجات میدن، باید با هم یک جای باشند. تاکید ما هم در روند ویانا روی انسجام نیروهای ضد طالبانی بود که در اعلامیه مطبوعاتی این مسائل البته مطرح شد و در نقشه راه هم روی از این مسئله تاکید شده. به عنوان سوال آخر خواستم از شما پرسان بکنم که چرا مخالفین طالب در این 3 سال که از تسلیم دهی افغانستان گذشته در جلب نظر کشورهای غربی و جامعه جهانی بر رسیدن یک راه حل مطلوب موفق نتونستن عمل کنند؟ نشست ها خیلی زیاد برگزار میشه اما آنچنان که باید از طرف جامعه جهانی جدی گرفته شود و مطرح باشه و به عنوان یک پتانسیل بالفعل از او استفاده شود هنوز به اون درجه نرسید. مهربان. متاسفانه البته مسئله افغانستان همان شکلی که سقوط دولت یا رژیم سابق و حاکمیت طالبان تا به حال در بین ما و شما و شخصیت هایی که البته
نظارگر مسئله افغانستان است هنوز مجهول است که این پروسه با کدام حمایت سیاسی و مالی البته انجام یافت. به همان شکل در اوایل اینها کسانی که باعث روی کار آمدن گروه تروریستی طالبان شده بودند با یک اهداف خاص البته اینها را حمایت می کردن و گروه های مخالف و یا شخصیت هایی که از افغانستان بیرون شده بودند آنها را اجازه فعالیت سیاسی نمیدادند که بالاخره آهسته آهسته وقتی که اصلیت این گروه و اهداف شوم این گروه البته گروه های تروریستی در افغانستان آشکار شد و یک تعداد شخصیت ها توانستند در با البته برگزاری یک تعداد محافل اعتراضی و همچنان و با یک تعداد محافل باز و بسته سیاسی صدای خود بلند بکنند که امروز البته ما شاهد برگزاری چندین کنفرانس در کشورهای مختلف هستیم که این خود از این نشان میده که کسانی که از طالبان توقعی که داشتند آن را البته به دست آورده نتانستند و آنهایی که فکر میکردند که طالبان در حال تغییر است این انگیزه طالبانی قطعا تغییر نخورده و هنوز البته رادیکالتر و خشنتر شده فلهذا صداها رساتر میشه و بلندتر میشه در مخصوصا صدای زنان افغانستان امروز حتی تانستند که تا آستانه بر رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی پیش برن یا مسئله نسل کشی هزاره ها که در چندین پارلمان کشورهای اروپایی آن را به نسل کشی البته تایید کردن و ایر قانونمند ساختن این مسائلی است که میتونه که بقای البته طالبان را به خطر بندازه و با این روش و یا با این مکانیزم حکومتداری که البته حکومتداری ما گفته نمیتونیم چون اینها یک گروه هستند یک گروه تروریستی هستند میخواین با ضرب شلاق و با ایجاد رعب و وحشت مردم البته وحشت زده بسازن بالاش حاکمیت ببرن فلهذا من معتقد هستم که امروز جامعه جهانی نه اینکه امیدواری خود به طرف گروهی طالبان بلکه به طرف اپوزیسیونی که دیده شود که چی نوع یک تصویری از اپوزیسیون بیرون میشه که با کدام میکانیزم با کدام طرح سیاسی که البته جامعه جهانی خودشان میگن که شما یک مرکزیت داشته باشین که ما را قانع بسازین که شما با یک دید با یک اندیشه عمل میکنین ما میتونیم که از شما حمایت بکنیم و این خود از این نشان میده که نامیده از طالبان روز به روز زیادتر شده میره. سپاسگزاریم از شما آقای دکتر صاحب عبدالله رحیمی نماینده جنبش ملی افغانستان از اینکه در این مصاحبه با ما بودیم و سپاسگزاریم از مخاطبین هزار آورد با صبر و حوصله مندی تا ایدم با ما بودن. جناب آقای رحیمی سخن آخر را از شما با مخاطبین میشنویم، اگر صحبتی باقی مانده و دوست دارین برای مخاطبین عرض بکنین در خدمت شما خواهد. مرمان تشکر. البته در آخر فقط برداشتی که ما این بار از روند ویانا با اشتراک یک تعداد شخصیت های واقعا موثر در مسائل افغانستان مشاهده کردیم امیدواری های ما زیاد شد و در آینده ما مطمئن هستم که این چتر وسیع تر میشه. البته یک روند است یک ائتلاف نیست، فقط هموطنان ما در داخل و خارج کشور البته مطمئن باشند که این روز این ابر سیاه یک روزی از فضای کشور ما شاید از بین بره. امید این روز و پایان ظلم و سیاهی و دهش و دهشت طالب که بر افغانستان مستولی شد. سلامت و بخیر باشین، شما رو به خدای پاک مسپاریم تا دیدار بعد. خدا نگهدار.